چه از حکم خدا شود به هر نکته ایام میدهد طریق بندگی به بندگان نشان شرح توضیح مسائل است و شیوه عمل از کلام مرجعیت این سخن وقت بیان حکم اج و روزه و نماز و بیع و حکم خمس آنچه مطلبش بود به بطن آیه ها نهان حکم عید شرعی و اباحه و صید و شکار جملگی به حکم مرجعیت گشت ترجمه بسم الله الرحمن الرحیم. سلام میدم خدمت شما عزیزان و دوستان همراه برنامه توضیح المسائل، عزیزانی که هر روز هم قدم و هم سفره میشیم سر سفره احکام و در جوار سید الشهدا دعاگوی شما عزیزان هستیم. امیرالمومنین علیه السلام میفرمایند بدانید که گناه اسب چموشی است که گناهکار بر آن نشسته و لگامهایش رها شده و سوارش را در آتش میافکند. میزان الحکمه حدیث 6744. روایت زیبایی از آقا امیرالمومنین علیه السلام بود که در ابتدای برنامه تقدیم شما عزیزان کردم. در خدمت جناب استاد رفعتی عزیز هستیم. امروز هم از حضور ایشون فیض میبریم. سلام علیکم، خیلی خوش آمدید. سلامت باشید. ممنون، متشکرم. سلام علیکم و رحمت الله. ان شاء الله سلامت باشید، سر بلند و دلتون شاد به فضل الهی. امیدواریم عنایات خاص امام زمان علیه السلام شامل حال هممون بشه. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا وهب لنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره يا أرحم الراحمين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. عزيزان بيننده و دوستان عزيز، خبردار هستید که این روزها صحبت در مورد خمس و از دیروز در انتهای بخش اول برنامه دیگه جناب استاد شروع کردن به گفتن زکات. انشالله امروز هم فیض ببریم و انشالله خواهش میکنم درس میگیریم انشالله، چون بنا داریم انشالله این مبحث رو امروز و فردا تمام بکنیم و انشالله دوره احکام رو به پایان برسونیم. این مقدار سریع صحبت شد دیروز، اما تقریبا مطالب گفتنی گفته شد. در 9 چیز زکات واجب بود، 4 تاش گندم، جو، خرما و کشمش بود. نصابش رو گفتیم که حدود 850 کیلو بود، 847 کیلو و مقداری 200 خورده گرم. این مقدار نصاب گندم و جو مال زمانی است که از کاهش جدا بشه، خرما وقتی برسه و خوش بشه و همچنین کشمش. اما کسی که میدونه به این نصاب میرسه از زمانی که گندم و جو به ثمر می نشینه و همچنین خرما و غوره زکات به گردنش میاد. شرط اساسیش این بود که باید 11 ماه بوده باشه. اگر 11 ماه بوده باشه بهش زکات تعلق میگیره. یعنی از این جهت شبیه خمسه. خمس چطور سال باید بگذره؟ که البته باید که عرض میکنیم این بخشیسی است که شارع نسبت به مکلفین انجام داده. این هم همینطور. بنابراین اگر 11 ماه نگذره بر این خوراکی ها زکات درش واجب نمیشه. بقیه شرایطش هم گفته شد. اما اون دو واجب بعدی که درش زکات هست و باید داده بشه طلا و نقره هست. کلمه این نصاب در زکات خیلی مهمه. یعنی هر وقتی که شما شنیدید گندم و جو زکات واجب نمیشه. زمانی که به این وزن رسیدن مال کشاورزاست. یا اگر کشاورز نداده زمانی که دست بنکدار و فروشنده میرسه او باید زکاتش رو پرداخت بکنه. یعنی تو این مال زکات تعلق گرفته. و متاسفانه اگر مالی که زکاتش داده نشده وارد زندگی مردم بشه آفات بسیار زیادی داره، مثل خمس که کسی که مالش خمس نداده است. حالا
نسبت به خمس خیلی سوال میاد که ما مهمان کسی شدیم که خمس نمیده و فلان، اما کمتر نسبت به زکات دقت میشه، در حالی که اگه بررسی کنیم متاسفانه عده کمی نیستن متاسفانه که زکات پرداخت نمیکنن. کشاورز فشار اقتصادی روش هست، درآمدش خیلی نیست، از جاهای دیگه روش فشار هست، اینا قبول داریم، اما این دلیل نمیشه که من زکات رو ندم. اگه فرض بکنید 10 تن برداشت کردم، حساب بکنم این زکات بهش تعلق گرفته، 1/20 یا 1/10 بسته به نوع کشاورزی که عرض کردیم زکاتش میشه. اگر دیمی بوده و آبیاری آسمونی زمینی خود به خود یعنی 1/10، و اگر خودش آبیاری کرده 1/20 باید زکاتش رو پرداخت بکنه. عرض کردم خدمت عزیزان اگه انشالله مطلب رو گرفته باشن، نسبت به زکات جامعه یه مقدار کمتر توجه میکنه. ما میپرسیم خانواده خمس نمیدن، میریم خونهشون چی میشه؟ اما دقت کردیم این نونی که داریم از نونوایی میگیریم، این گندمی که داریم باش، یا مثلا عرض شود خرما و کشمشی که داریم تو زندگی مصرف میکنیم، آیا زکاتش داده شده یا نه؟ چون فاصله ما با اون شخص کشاورز زیاد شده، ایشالا اعتماد میکنیم ظاهرا هم اشکالی نداره، امیدواریم که پرداخت بشه، اما با توجه به این که میدونیم پرداخت نمیشه، این یکی از عوامل مهم گیر زندگی های ماست. طبیعتا اگر کسی شیر خونش باز بمونه، آب سر بره، شما که طبقه پایین هستید ضرر میکنید، ولو شما کوتاهی نکردید طبقه بالا یادش رفته، خونه های بغلی ضرر میبینن، این طبیعیه. کسی که اهل زکات نیست به دیگران هم ضرر میرسونه. اگر دعاها مستجاب نمیشه، اگر بچه هامون خدای نکرده خیلی شر و شورن و حرف گوش نمیدن، اگر جامعه رو به فساد داره میره، یکی از عوامل بسیار مهمش عدم توجه به حلال کردن مالها از طریق دادن خمس و زکاته، و این مال تو جامعه پخش میشه، خصوصا گندم، خصوصا آرد، خصوصا نون که کم کسی که ازش استفاده نکنه. اگر زکات از جامعه برداشته بشه یا خیلی کم بهش توجه بکنن، دنیای ما رو از بین میبره. لذا برای خاطر خودمونم که شده، برای خاطر دنیامونم که شده، برای خاطر نسلمونم که شده، حتما باید به زکات توجه بسیار زیادی بکنیم. خواهش میکنم اگر عزیزانی هستن که در روستاها هستن میشنون این صحبت رو، به دیگران منتقل کنن. باور کنید به همین دو نور مقدسی که در خدمتشون هستیم، با یقین دارم میگم، باور ما از شریعت اینه که اگر الان روزه، یقین داشته باشید که اون کسی که اهل دادن زکات مالش برکت میکنه، این روز خورشید وسط آسمون، یقین دارید روزه، یقین و باور داشته باشید با زکات مال کسی کم نمیشه. المالو یزکو بالانفاق، وقتی زکاتش رو دادید زیادتر میشه، بیشتر میشه. اصلا زکات یعنی زیاد شدن، ظاهرش اینه که کم میشه، اما خدا درش برکت میگذره. لذا شما نگاه میکنید طرف یه گونی برنج داره، یک ماه داره استفاده میکنه، مستمرم استفاده میکنه، مهمونم داره، میگه تمام نشده هنوز مونده. گاهی اوقات هم یه کارتون چای میگیره، 2 سال ازش استفاده میکنه، مهمونای 10 نفری، 50 نفری، 100 نفری میبینه هنوز مونده. خیلی وقته از مؤمنین میشنویم که میگه من اصلا حساب نمیکنم، وزن نمیکنم، حتی پول توی جیبشون رو هم کار میکنن. بسم الله میگه، به نام اهل بیت میذاره جیبش، اصلا نمیشموره چقدر بوده چقدر شده، ولی وقتی بعد بررسی میکنه میبینه خیلی با این پول کار کرده. اینو میگن برکت، اینو باور داشته باشیم. یه عالمم حدیث داره، آیه قرآن هم هست، زکات رو بهش توجه بکنیم. این 4 تا رو گفتیم، بریم سراغ طلا و نقره. معلوم شد این 4 تا کجا و با شرایط چگونه. اینا بیشتر از اونایی که الان میای میگیم طلا و نقره، گاو و گوسفند و شتر به زکات میاد، چون معمولا کشاورزا حالا یا آبیاری دستی میکنن یا آبیاری دیمی میکنن، بالاخره محصولاتشون از 847 کیلو بیشتره و خمس بهش تعلق، زکات بهش تعلق میگیره. گفتم خمس اگه از سر سالش اضافه اومد، خمس هم بهش تعلق میگیره، دوتاش هست. یعنی اگه خرج شد چیزی که از گندم باقی مونی ها جو بین مصرف سالش خرج شد، بدهی داشت، حساب داشت، کتاب داشت، تجارت کرد، چیز برای خونش میخواست خرید، تمام شد، سر سال خمسیش که رسید از مال زکاتی چیزی دیگه باقی نمونده بود، خمس بهش تعلق نمیگیره. اما اگر نه، یه عالم گندم و جو داشت و خرما و کشمش و فروخت و یه مال تجاره خرید، 2 تا ماشین خرید گذاشت داشت باش کار بکنن، نه برای استفاده شخصیش، خب طبیعتاً به اون خمس هم تعلق میگیره. ایشالله که زیادتر خدا بهتون بده، اونقدر داشته باشید، اونقدر زندگیتون وسعت پیدا بکنه که بتونید بیشتر با خمستون دین رو یاری بکنید. اما نسبت به طلا و نقره، شرطش اینه که سکه باشه، سکه رایج باشه، ولو الان تو بازار استفاده نمیشه، اما سکه باشه، یعنی سکه خورده باشه. بنابراین طلا و نقره که خانم ها استفاده میکنن به شکل های مختلف، این بهش زکات تعلق نمیگیره. هر چی هم باشه، 10 کیلو هم که باشه، در شأن این زن باشه، این خانم و این خانواده باشه،
بهش زکات طلا. مغازه‌های طلا فروشی که طلا دارن خمس باید بدن، اما زکات دیگه بهشون تعلق نمیگیره. سکه مگر داشته باشن، سکه طلا، سکه نقره، این بهش زکات تعلق میگیره. حالا نصابش که گفتیم در زکات نصاب خیلی مهمه، اینو حتما توجه بکنن. نصاب در طلا اینه، اگر از 15 مثقال بیشتر شد، از 15 مثقال بیشتر شد، 1/40 به عنوان زکات پرداخته میشه. از چقدر مثقال بیشتر؟ 15 مثقال. اینو میگن نصاب اول. خب یک کسی که فرض بکنید 15 مثقال داره، 1/40 رو به عنوان زکات میده، شد 16 مثقال دیگه نداره زکات، 17 مثقال نداره، 18 مثقال. وقتی شد 18 مثقال بازم سال برش گذشت، یعنی 11 ماه برش گذشت، بازم باید دوباره زکاتش رو پرداخت بکنه، هرچی اضافه بشه همینطور. بنابراین یک کسی الان میخواد زکات بده، یک سال شد 50 مثقال طلا داره، 1/40 رو باید پرداخت بکنه، که البته اگه دقیق حساب بکنه کمتر میشه، اما همین حدودا میشه 1/40 اون 50 مثقال. نقره نصابش چقدره؟ نقره مثل طلا دو تا نصاب داره، پس در طلا نصاب اولش شد چند مثقال؟ 15 مثقال. نصاب دومش چقدر شد؟ 18، یعنی 3 تا اضافه شد. نمیگیم 18، 3 تا 3 تا که اضافه بشه همینطور. نسبت به نقره نصاب اولش 105 هست، 105 مثقال نقره، بازم 1/40 رو باید بده. نصاب دومش زمانی است که عرض شود که 21 مثقال بهش اضافه بشه، یعنی بشه 126 تا. اگه شد 126 تا اون اضافه هرم باز باید، خب اگه کسی الان حساب کردید 11 ماه فرض بکنید 500 مثقال نقره داره، بازم میگیم نقره سکه دار. حالا گفتم سکه دار، دیدی بعضی قدیم زیاد بود، خانوما با همین سکه ها گردن بند و اینا درست میکرد، یعنی میشد وسیله آرایشی، اون دیگه باز هم زکات نداره. اونی که شد به عنوان تزیین و اینها، اگه سکه رایجه، حالا ولو مثلا همین سکه های بهار آزادی و فلانی که تو بازارها هست، سکه هایی که در هر کشوری به عنوان سکه های طلا مورد معامله قرار میگیره، ولو این که میگیم تو بازار مورد خرید و فروش نیست، مثل قدیم که طلا نقره میدادن جنس میخریدن، ولی پشوانه پول ها همین طلا و نقره هست، سکه که بوده باشه کافی است، بهش زکات تعلق میگیره. پس طلا فروشایی که تو کار سکه هستن، طلاهای مغازه و ویترین و اینا که میخرن گردن بند و دستبند و اینها، اینا زکات نداره، اما سکه هایی که خرید و فروش میکنن همین. پس اگه سکه خرید 11 ماه هم پیشش موند، یه وقت میخری یه ماه دو ماه میفروشه الان نداره هیچی، 11 ماه پیشش بمونه، بعد از تمام شدن 11 ماه زکات بهش تعلق میگیره و بهتر هست زودتر زکات رو تو اوایل ماه 12 پرداخت بکنه. حساباش هم معلوم شد در طلا چقدر، در نقره چقدر. اگرم فراموشتون شد الان این اندازه ها، یعنی نصابایی که خدمتتون عرض میکنم، در رساله مراجعه بکنید، نگاه بکنید، یادتون میاد و متوجه میشید. بعدی گاو و گوسفند و شتر هست. خب طبیعتا کسی که یه دونه دو تا سه تا داشته باشه زکات بهش تعلق نمیگیره، اینم باید کمیتی باشه. اول شتر رو عرض میکنم، بعد میام سراغ شرایطش. برای شتر حدود 15 تا نصاب در شریعت گفته شده، از 5 شتر شروع میشه. پس کسی که 3 تا یا 4 تا شتر داره زکات برش واجب نیست. 5 تا، 10 تا، 15 تا، 20 تا، همینطور بالا میره تا 100 خورده ای، 120 خورده ای، 121 فکر کنم آخرین نصاب شتر هست و به بالا. کسی که 5 تا شتر داشته باشه زکاتش یه دونه گوسفنده، یه دونه گوسفند باید به عنوان زکات پرداخت کنه. همینطور که اضافه میشه تبدیل میشه به چیزای دیگه، که اینم تفصیلش چون الان بالاخره خیلی نیاز نیست و شاید هم وقت گیر باشه، چون میخوایم شاید امروز بحث تمام بکنیم، یه مقدار کمش بمونه برای فردا، پیشواز محرم هم یه مقدار صحبت بکنیم، لذا به همین اندازه کفایت میکنم. عزیزانی که دارن از 5 شتر بیشتر، گاو نصاب اولش 30 شتر هست، نصاب دومش 40 شتر، کسی که از 30 شتر، ببخشید 30 رأس گاو، کسی که از 30 تا بیشتر داره زکات برش میاد، اگر 30 تا داشته باشه یه دونه و اگر 40 تا بقیه اون جزئیاتی که در بازم رساله براتون شرح داده شده. پس شتر 15 تا نصاب داشت، گاو 2 تا نصاب داشت، گوسفند 5 تا نصاب داره، از 40 تا شروع میشه نصاب اولش، 40 تا بعد 100 خورده ای. اگه کسی 40 تا گوسفند به بالا داره زکات هست، اگه کمتر نه. شرط مهم بعدیش اینه، باید اون گاو و گوسفند یا شتر از مراتع آزاد چرا کنن و بخورن. اگر شما براشون علوفه تهیه میکنید یا چراگاه کرایه میکنید براشون اجاره میکنید، اینها هم زکات
ندارن. بنابراین ببینید معمولا زکات بهش تعلق نمیگیره مگر اونایی که گاو گوسفندا رو میبرن تو بیابونها و سیر میکنن، یعنی اینطور نیست که قضا بهش بدن. و شرطی بعدش که باید 11 ماه پیش شما این تعداد باشه. خب ممکنه گوسفند بزرگ میشه تعداد، اما از 100 و از نسبت به گوسفند از 40 تا بیشتر، از نسبت به گاو از 30 تا بیشتر، نسبت به شتر از 5 تا بیشتر، اینو شما سال برش بگذرین، 11 ماه بگذره که داشته باشید. بنابراین کسی که 40 50 تا شتر داره، کسی که 60 70 تا رأس گاو داره یا گوسفند داره، از 40 تا بیشتر 100 تا 120 تا 200 تا 500 تا، این زکات هم بهش تعلق میگیره. 40 تا 30 تا گوسفند، عذر میخوام 40 تا گوسفند یه دونش، بس وقتی 120 خورده شد دو تا، به همین صورت. کسانی که این رو دارن حتما به جزئیاتش مراجعه بکنن، دقیق حساب بکنن، و افرادی هستن که میان زکات ها رو از طرف حاکم شهر از اونها دریافت میکنن. یعنی حاکم شهری که از کارهایی که انجام میده اینه، افرادی رو منصوب میکنه که تو این مناطق میگردن، چون شاید یک کشاورزی سختشه، آقا من این زکات من یکی بیاد برداره ببره، من خودم بار بزنم ببرم، اینا برام زحمته. دارن کسانی که بیان، ممکن حاکم شهر کسی نداشته باشه، منطقه شما دوردسته، میگه هزینه‌اش رو از همون گندم کم بکن، از همون جوه گاو گوسفند کم بکن، بفرست که برسه دست من. علی حال این هم شبیه خمس میمونه، رسوندنش به دست حاکم شهر. کجاها باید مصرف بشه، چجور باید مصرف بشه، نسبت به مصرفش انشالله بیشتر فردا توضیح میدیم که حدود 8 مورد برای مصرف زکات در شریعت گفته شده. پس اجمالاً این 9 چیزی بود که در زکات واجب میشه. دوباره تکرار میکنیم: گندم، جو، خرما، کشمش وقتی به نصابش رسید 800 خورده کیلو، این دیگه اون شرط رو نداره که عرض شود که رایج باشه نباشه. بله. مثل این، از مثل گاو و گوسفند که ممکنه کسی این تعداد رو داشته باشه اما خودش به اونها علوفه رسونده باشه، زکات درش نیست. پس هر کسی گاو و گوسفند داره و طلا و نقره داره، زکات برش واجب نیست، طلا و نقره باید سکه باشه. اما هر کسی که گندم و جو کاشته باشه و از این مقدار بیشتر بشه، حتما دیگه زکات برش واجب هست. حالا 1/10 یا 20مش فقط فرق میکنه. این امتیاز این 4 تاست، گندم و جو، خرما و کشمش، نسبت به اون موارد دیگه زکات. چند بار تکرار کردم که انشالله اصلش در ذهن عزیزان باقی بمونه. امیدوار هستیم یه جامعه ای داشته باشیم که اولا مستمندی فقیری درش نباشه. یکی از امتیازات زمان دولت حقه امام زمان علی السلام همینه، چون حقها ادا میشه و کسی فقیر نمیمونه، چون زمین برکاتش رو بیرون میریزه، همین برکتی که گفتیم، دیگه کسی نیازمند نمیشه و کسی هم تنبل نیست، همه محل کارو، و خیلی از بیماری هایی که مانع کار میشه اونها هم از بین میره. دیگه جوون شما به عنوان محتاط پیدا نمیکنید، جوان بیکار پیدا نمیکنید، همونی که اسمش مدینه فاضل است. خیلی از بیچارگی های ما از ماست، اگه نگیم همش تا به ما کسبت ایدیکم، اون از بین میره. ظهر الفساد فی البر والبحر بما کسبت اید الناس، اونها برطرف میشه، بشر عاقل میشه. وقتی بشر عاقل شد طبیعتاً مشکلات برطرف میشه، میپذیره که باید دستگیری بکنه، لذت میبره وقتی میتونه باری رو از دوش کسی برداره و گرهی از مشکل کسی، مشکل اقتصادی باز بکنه. طبیعتاً کار به جایی میرسه که آدم میخواد از این لذت استفاده کنه، مورد پیدا نمیکنه که تو روایت هست، یعنی فقیر پیدا نمیشه. کسانی که زکات به اونها میرسه و زکات نسبت به اونها مصرف میشه، اجمالاً فقیر هست، مسکین هست، کافری هست که با این خرج کردن به اسلام علاقمند میشه، برای آزاد کردن بنده است، کسی است که در راه مونده و همچنین کسی است که بدهکاره. منفعت عامه مسلمین ان شاء الله بیشتر فردا خدمت عزیزان شرح میدیم. خیلی متشکرم. یک میان برنامه کوتاه ببینید و در خدمتتون هستیم ان شاء الله. وقتتون بخیر دوستان عزیز و همراهان برنامه. امیدوارم که از روایاتی که بین برنامه برای شما دوستان انتخاب کردن و پخش میشه بتونید استفاده کنید و همگی بتونیم عمل کنیم. وقت سوالات شما عزیزان هست و شماره ارتباط شما با برنامه مکررن اعلام میشه خدمتون.
و در زیرنویس برنامه هم زحمتشون دوستان و تا فرمان میگذارن. حالا نتیجتا من هم باید اعلام کنم، چون وظیفه بنده در این برنامه، یعنی یکی از وظایف بنده در این برنامه این هست که راه ارتباط شما رو با برنامه راحت تر کنم. 2096477179383 از طریق تلگرام و واتساپ پیام بدید. ممنونم، با اجازهتون ببخشید. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، لطفا از حاج آقا بپرسید که خواستیم پسرمان را به امید خدا عقیقی کنیم. این شاید وقتی گوسفند را مورد در اون مورد ذبح کردیم، گوشت و هر چیزی که متعلق به گوسفند است به اداره بهزیستی داد یا اینکه باید حتما مهمانی بدیم؟ بله، میشه داد به هر جایی که صلاح میدونید و مستحق تر باشن و فایدهش بیشتره. حقیقه از اون گوشتایی است که همه جا خوبه، اتفاقا ان شاء الله خدا روزیتون کنه، بپزیدش، خوشمزه است، خیراتش هم بکنید، هر کس تو خونش استفاده بکنه، یعنی یکی از اون گوشتای با برکت هست و خاصیتش هم بسیار زیاده. قبل از برنامه با آقای غفوری صحبت بود، بله، خدمتشون عرض کردم اگر هستن پدر مادر یا خود عزیزی که میدونه براش عقیقه نکردن، بپرسید از پدر مادراتون اگه یادشون رفته یا نداشتن اون زمان، قرض بکنید این عقیقه رو انجام بدید. محرم و سفر هم در پیشه، تو مجالس امام حسین خرج بکنید، تو همون بهزیستی که فرمودید اشکالی نداره، جمعشون بکنید، یه مجلس به نام امام حسین علیه السلام بگیرید، ببینید چقدر زیبا میشه و چقدر زرنگی کردید اگه این کارو بکنید و بدید اونها هم میل بکنن. فقط پدر و مادر، پدر بزرگ، مادر بزرگ احتیاطاً نخورن بهتر است. خیلی متشکرم. دوست عزیز پرسیدن که مهریه بنده 114 سکه بوده که همسرم به جای آن 5 سال پیش یک دونگ از خانه‌ای که در آن زندگی می‌کنیم را به نام من کردن. حالا می‌خواستم ببینم من که تا حالا سال خمسی نداشتم، اگر بخوام الان سال داشته باشم به دونگ زمین هم خمس تعلق میگیره یا نه؟ عرض کردیم که از چیزایی که استثناست در خمس مهریه است. بنابراین اگر این دونگ خونه رو به شما دادن به عنوان مهریه شما هست، بله خمس بهش تعلق نمیگیره، مگر اینکه اضافه بشه، یعنی فرض بکنیم که بله باش تجارتی انجام بشه و زیاد بشه. فرض بکنید این 110 سکه شد یه دونگ خونه، باش تجارت کردید، تبدیل شد به فرض بکنید یه خونه کامل، یه مغازه، یه چیزی، اون اضافهش که اگه باش تجارت شد نه خرج زندگی شد، بله. اما خود مهریه، چیزی که عنوان مهریه روش هست، خمس نداره. شکرم. عزیز بزرگواری پرسیدن که ماشینی که پول خمسش رو ندادیم ولی داریم استفاده میکنیم و الان قیمتش بالا رفته، خمسش چطور محاسبه میشه؟ خمس نو الانش رو باید حساب بکنن اگه خمسش رو ندادن. بله، اگه سر سال داشتید و دارید و ماشین رو برای استفاده شخصیتون استفاده میکردید، خمس نداره. اما اگر نه، اصلا سر سال ندارید، با پولی خریدید ماشین رو که خمسش داده نشده، الان باید قیمت رو حساب بکنید، قیمت الانش ملاکه. اگر همون موقعی که خریده بودید خمسش حساب میکردید، سر سال میگذاشتید و استفاده میشد، دیگه اصلا بالا بودش، اینا هم خمس نداشتون، داره استفاده میشه. چیزی که به عنوان معونه تو زندگی استفاده میشه، قیمتش بالا بره پایین بیاد، دیگه دخلی به خمسش نداره. اونی که میگیم بالا بوده قیمتش خمس داره کجاست؟ چیزی که به عنوان منفعت ازش استفاده بشه، منفعت کسب شما باشه، خونه‌ای که انسان استفاده میکنه، وسیله که ازش استفاده میکنه، اینها خمس بهش تعلق نمیگیره. متشکرم. با عرض سلام، اگر شخصی از دنیا برود و نماز و روزه قضا داشته باشد، بعد از دفن او باید سریعا اقدام کرد؟ هر چه سریعتر تو این کار اقدام بشه بهتر هست، بلا شک. دینیست بسیار مورد احتیاج میت، یعنی هم حق الناسش باید سریع پرداخت بشه، هم حق اللهش. لذا در بحث نماز و روزه استیجاری میگن اگه کسی رو اجیر کردید، کسی که اجیر شده نمیتونه بگه خب حالا من روزی یه دونه نماز میخونم، نماز یک سال رو بخواد دو سه سال طولش بده تا قضا بکنه، میگن این درست نیست. چون کسی رو که اجیر میکنن برای نماز و روزه، در عرفش یک سال نماز و روزه رو تو چقدر میخونن؟ اینا که میخونن یک ماه، دو ماه، تو هم یکی دو ماه، سه ماه باید تمام بشه. اما اگه شما یک سال نماز گرفتید میخواید دو سه سال طولش بدید، این اشکال شرعی داره. باید به اون شخصی که پول به شما داده بگید من روزی یکی دو تا نماز میخونم، بعضی وقتا می هفته 10 روزه ما نمیخونم، کار دارم، فلان ماه و فلان ماه کار دارم نمیخونم. اینجوری قبوله؟ اگه گفتن اشکالی نداره، الا کسی که شما رو اجیر میکنه به عرفش، عرفش چقدر هست، مثل بنایی، مثل بقیه کارا، یه کسی که به عنوان معمار میارنش برای خونه باش تمام میکنن که آقا ما اینقدر به شما میدیم، اگه بگه که من این خونه رو 6 ساله براتون تمام میکنم، میگه 6 سال بیشتر درد ما میخوره،
این خونه بناییش و فلان با این حقوق باید یک سال دو سال تمام بشه، قیمت فرق میکنه. بنابراین حتما باید در اسرع وقت نماز روزه ادا بشه از طرف مریم انشاءالله. بخش دوم سوالش اینه که برای متوفی دست گل بردن و سنگ قبر گران قیمت درست کردن اشکال شرعی داره یا نه؟ اشکال شرعی نداره مگه اسراف صدق بکنه. ببینید خصوصا نسبت به افرادی که جزء محترمین هستن، صلحا، آدمای خوشنام، بزرگان، علما، امامزاده ها، مراقد اهل بیت علیهم السلام که دیگه جزء مسلمات هست، هر چیزی که باعث تعظیم اونها و شخصیت اونها بشه که تعظیم اونها تعظیم مبادع و افکار و عقیده ها و خوبی های اونهاست. این شخص به جود و کرم معروف بود، شما براش مراسم میگیرید، براش سنگ قبر خوب میارید، این تعریف جوده. نتیجهش اینه که مردم میگن ببین آدمی که دستش به خیر، دستش به کرم، مشکل از مردم کار باز میکنه، ببین چقدر عزیزه. اما اگه قبرش خرابه شد و سنگ قبرش پوسید و یک نفر نرفت سر قبرش و بهش اهمیت ندادن، جود و سخا چی میشه؟ قیمتش میاد پایین. بها دادن به او بها دادن به کرمه. امامزاده که شما میرید سر قبرش رو بارگاه درست میکنید، بها دادن به او بها دادن به اجدادش هست، بها دادن به عقیده و ولایت اهل بیت هست. بنابراین اگر از این جور عنوان‌ها بر رفتن سر قبر و سنگ قبر گرفتن اینها صدق میکنه خوبه، و الا اگر نه فقط برای خاطر اینکه بگیم آقا ما پول داریم، ما توانایی مالی داریم، ما میتونیم سنگ قبر انقدری بخریم، در حالی که از این عنوان ها نیست، فقط پوز دادن به اصطلاح امروزی ها هست، فقط خودنمایی هست، فقط برای اینکه از فلانی و فلانی عقب نیفتیم بوده باشه، اینها معمولا مصداق اسراف و درش اشکال داره. خیلی جاها این کارو میکنن، چون اغلب ماها خودم رو عرض میکنم اینطور نیست که نشاید زنده ما خیلی به درد نخورد که مرده ما بخواد به درد مردم بخوره. اونی که بیشتر به درد ما میخوره بعد از مردن ما کار خیری است که فرزندان ما، دوستداران ما برای ما انجام بدن. بیشتر از این دسته گل قطعا من به این نیاز دارم که با پولش دل دو تا مستمند رو شما شاد بکنید، دو تا لباس بخرید، کفش بخرید، به اونها بدید. ممکنه بگن ما اون کارا رو میکنیم براش، اما دوست داریم دسته گلی هم روی قبرش بگذاریم که بالاخره تقدیری از او شده باشه. در عرف جامعه نگن اینا بی تفاوتن، بله اشکالی نداره، اما اینکه به قول ایشون فرما سنگ قبر میتونید شما با 100,000 بخرید، بیدی سنگ قبر 10,000,000 بخرید، این هاست که شاید مصداق اسراف باشه و نشه بهتر. متشکرم. سلام علیکم. اگر زیر دوش میخواهیم غسل انجام دهیم، باید اول سر را زیر دوش نگه داریم، بعد کنار برویم و بعد کتف سمت راست؟ یعنی سه خط سوال پرسیدن، در اصل اگر توضیح بدین که کیفیت غسل بله نه. نکته مهم این سوال اینه، ایشون پیداست دقیقاً و رساله میخونن. بله. بعضی از آقایون نظرشون این هست در سه قسمت غسل ترتیبی باید از زیر آب خارج بشید، یعنی قسمت ها باید مستقل باشه. سر و گردن رو که زیر آب کاملا شستید، نمیتونید همون زیر دوش سمت راست رو بگیرید بعد سمت چپ رو. نظر بعض آقایون رو دارم میگم، حالا نظر آقای شیرازی هم عرض میکنم. بعد از زیر دوش بیاید کنار سمت راست، بعد بیاید کنار سمت چپ تا بشه غسل ترتیبی. ولی وقتی یه دفعه زیر دوش بوده باشید این ترتیبی دیگه حساب نمیشه. ارتماسی هم در نظر بعض از آقایون درست نیست، زیر دوش ارتماسی نمیشه غسل کرد. حضرت آیت الله عظمه شیرازی نظرشون اینه که اگر دوش به قدر آبش زیاد هست، چیکه چیکه نمیاد، وسیعه که همه بدن رو فرا میگیره، این نیاز نیست که سمت راست و سمت چپ و سرگردن اول و نه، میشه همه بدن رو یک جا زیر او شست. نیاز نیست که شما بیاید بیرون و برگردید و به این حالت. ولی خب بعض از آقای میفرمن نه. پس اگر مقدر حضرت آیت الله عظمه شیرازی هستید اشکالی نداره، نیاز نیست از زیر دوش بیاید کنار، بلکه سر و گردن سمت راست سمت چپ، حتی اگر ترتیب هم رعایت نکردید اشکالی نداره. اما اگر مقلد آیین هستید که میفرمان ترتیب باید رعایت بشه، از زیر دوش احتیاطاً بیاید کنار سمت راست، دوباره بیاید کنار سمت چپ رو بشه. خیلی متشکرم. من این سوال بپرسم و این 4-5 دقیقه پایانی برنامه رو بسپارم خدمت خودتون. باشم. سلام. در شمارش افرادی که بتوان برایشان نماز جمعه خواند 5 نفرن، آیا زنان را هم مثل مردان باید حساب کرد یا مثلا نصف حساب کنیم؟ میفرمان 7 نفر، اما اگر 5 نفر هم شدن اشکالی نداره، ولی شرطش این هست که باید همه مرد باشن، یعنی زن حساب نمیشه تو عدد افراد نماز جمعه که واجب بشه، حداقل باید 5 مرد بوده باشن. بله خیلی متشکرم. این 4-5 دقیقه تقریبا فرصت داریم، بذارید که در خدمت شما باشیم. خدا حفظتون کنه ان شاء الله. ما اگر خدا توفیق بده، چون فردا پنجشنبه هست و روز پرسیدن سوالای عزیزان شاید خیلی مجال نشه، امیدواریم که مجال بشه،
و البته یک روز هم میخواییم راجبه، یعنی ختم برنامه راجبه پیشواز محرم بوده باشه. عرض میکنم خدمت از آن خدا توفیق داد به حمدالله تو این مدت که شاید حدود 3 سال شد دوره بحث احکام خدمت از آن تقدیم شد و یکی از زیبایی های دین مقدس اسلام همین فقهی هست که ما سر سفرهش این مدت بودیم، یه دورهش تقریبا خدمت از آن به صورت کامل گفته شد، بعضی از ابواب فقه رو هم بیشتر تفصیل دادیم که انشالله باز هم جنبندی خواهیم کرد. فقه به این شیرینی جزء دستورات بزرگان ماست، به غیر از روایات، به غیر از آیات که دستور داده شده همه باید آشنای با دینشون باشن، واجبات و محرماتش رو بدونن. بزرگان علمای ما هم اگر شما برید همه سفارش میکنن. عزیزان دوستانی که اهل تبلیغ هستن و الان میشنون صدای بنده را، عرض میکنم بزرگان مراجع، بزرگان اساتید، خدا رحمت کنه اون استاد گردن ما زیاد حق داشت، مرحوم آقای پایانی، هر مناسبتی که پیش میومد، ماه رمضان بود، ماه محرم بود، ایشون به طلبه ها، به جوان ها میفرمود که برید برای مردم مسائل شرعی بگید. من خودم با این سن، با این جایگاه میرم تو روستا و برای مردم مسئله میگم، بگید برای مردم وضو چگونه است، تیمم چگونه است، نجاست و طهارت چگونه است، چجور باید تجارت انجام داد، مسائل شرعی رو برای مردم بازگو کنید. شاید یه عده‌ای براشون یه مقدار کسرشن باشه، یه مقدار قشنگ نباشه، به منبر و سبک منبر نخوره. من بیام بحث‌های اجتماعی، بحث روز، مباحث پیچیده و یه منبر داغ بخوام داشته باشم، این نمیشه که بیام بگم بسم الله الرحمن الرحیم، اگر کسی در عدد 3 و 4 نماز شک کرد باید بنابر 4 بگذاره، یک نماز احتیاط بخونه. نماز احتیاط چیست؟ در سجده سهو چه ذکری باید گفت؟ بیام برای مردم شرح بدم که اگر گوشتی را در کنسروی برای شما آوردن ببینید، این یا ماهی برای شما آوردن ببینید این ساخت کجا هست، و این به منبر نمیخوره، به این جلسه نمیخوره، کلاسش پایینه. بزرگان علما به ما سفارش میکردن بر همه ما لازم هست که حتما برای مردم مسائل شرعی بگیم. راستی یکی از پربرکتترین مباحث علمی مباحث فقهیه، یعنی بایدها و نبایدهای شرعی، همونی که با طهارتها و نجاستها و بحث آبها شروع میشه و با بحث حدود و قصاص و دیات تمام میشه، همونی که این دورش رو تقریبا تو این شاید حدود 800-900 جلسه، شاید هم بیشتر نمیدونم، خدمت عزیزان تقدیم شد. آگاهی به خیلی از ابواب فقهی ولو مبتلا به من نیست، دید من رو نسبت به شریعت و دین بازتر میکنه و علاقه من رو بیشتر. من تابع مکتبی هستم آسمانی. آسمانی بودنش از کجا؟ از اینجایی که تمام اون چرا که بشر نیاز داره بیان شده. تو روایتی است پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم میفرماید من هر چه نیاز دارید براتون گفتم، حتی عرش و جریمه و اون مبلغی که به عنوان دیه یک دونه زخم کوچیک روی دسته. تو بحث دیات میگن دیه یک دونه زخم چقدره، طولش چقدره، عرضش چقدره، عمقش چقدره. وقتی این گفته شده پیداست که تمام جزئیات بیان شده. شما کدوم کتاب قانون رو تو دنیا میتونید پیدا بکنید؟ تو تمام ادیان و تمام عقلا که اینقدر فروع درش گفته شده، نه حالا، نه 1400 سال هی خورده خورده جمعش کردیم، نه از اول گفته شده. علما فقها ندارن فروع زیاد میکنن، فروع پیش میاد از دل آیات و احکام حکمشو فقط بیرون میکشن، یعنی همش بوده، چیزی رو فقهای شیعه از خودشون در نمیارن. حالا من با بکری ها کاری ندارم و این خیلی شیرینه. ما دینی داریم که الان یک کسی بیاد مسئله طرح بکنه، اگر سری رو به بدنی پیوند بزنن، همین که داره میشه، این موضوع تا حالا اتفاق نیفتاده. آیا حکمش در شریعت اومده؟ بله اومده، به صورت کبرای کلی حکمش در شریعت بیان شده. این شوق ما رو به دارا بودن چنین دین و مذهبی بیشتر میکنه. الحمدلله که پیرو پیغمبر و حال پیغمبر هستیم. انشاءالله بحث فردا رو هم عزیزان دنبال بکنن، یه سری نکاتی رو خدمتشون عرض بکنن. انشاءالله. خیلی متشکرم، ممنونم ازتون. از شما عزیزان هم ممنونم. انشاءالله فردا هم همراه ما باشید. فراموش نکنید که فردا روز پرسش سوالات شما عزیزان هست و شماره ارتباطتون با برنامه 2964-771-779-3893 هست. ممنونم، خدا نگهدار.